بسم الله الرحمن الرحیم. روز میلاد با سعادت سبت اکبر رسول خدا امام مجتبی صلوات الله و سلامه علیه است، امامی که باید او را امام صلح، امام صبر و امام وحدت امت اسلامی بنامیم. در شرایط بسیار سختی حضرت مجتبی علیه السلام بار امامت و خلافت را توأمن بر عهده گرفت و وقتی تاریخ رو ما ورق میزنیم میبینیم که وقتی بیوفایی عده‌ای از یارانی که خود را به زبان جزو دوستداران می‌دانند و در عمل عقب می‌کشند پارو و در مسیر ایستادگی و مقاومت نیستند، چه مشکلاتی رو برای جامعه فراهم می‌آورد. امام رضوان الله تعالی علیه راجع به امام مجتبی علیه السلام جمله‌ای داره و ایشون در اون جمله میگه که شرایطی که بعد از مولا امیرالمؤمنین جهان شاهد اون بود و حتی حادثه مشکلات و ابتلاءات در زمان امام مجتبی علیه السلام و حتی حادثه کربلا، همه اینها رو میگه به دنباله کار مقدسین احمق در نهروان بود. یعنی اگر یه عده مقدس نمایی که رو پیشانیشون پینه بسته بود و به ظاهرم خب اهل نماز و نماز شب و قرآن و دعا بودند، اما با جهالت و نادانی در برابر مولا امیرالمؤمنین ایستادند، شمشیر به روی اون حضرت و اصحاب اون حضرت در نهروان کشیدند. امام بزرگوار در سخنانش میگه اگر نهروان نبود این مشکلات و ابتلاءات در دوران امام مجتبی علیه السلام و حادثه کربلا نبود و دنیای اسلام شرایط دیگری را داشت. خب اینجا به ما نشون میده که وظایف ما چقدر سنگینه. همه افرادی که خودشون رو علاقمند به کشور و انقلاب میدانند و به اسلام و ایران، باید حواسشون رو جمع بکنند و در مقاطع حساس تاریخی به گونه ای عمل بکنند که مصالح و منافع اسلام مد نظر باشه. اون چه برای امام حسن مهم بود، مصلحت امت اسلام، وحدت امت اسلام و منافع دنیای اسلام بود، و اون چه برای امام حسین هم مهم بود این بود که امت اسلامی در مسیر مستقیم و مسیر حق حرکت بکنن و انحرافی پیدا نکنن. امام حسن مبارزه کرد تا اصل امت اسلامی و وحدت امت اسلامی باقی بماند و امام حسین جنگید تا مسیر این امت منحرف نشود. یک هدف واحد رو در دو بال و در دو بود دنبال می کردند و لذا فرمود الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. و اون وقتی که شرایط جامعه سخت میشه و نیاز به صبر و تحمل هست و نیاز به بیان و جدال اصلح هست،
قرآن مجید میگه اولائک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا و یدرعون بالحسنة السیئة و مما رزقناهم ينفقون. خداوند میگه برخی از امتها و مردم مسلمان خداوند دو بار به اونها اجر و پاداش و مزد میده، به دلیل صبرشون، به دلیل مقاومتشون، ایستادگیشون، اون همه حرف ناروا نسبت به امام مجتبی علیه السلام زده شد و امام خم به ابرو نیاورد. همه ما میدونیم صلح سخت‌تر از جنگه. ظاهرش ممکنه بعضی فکر کنن جنگ سخته. جنگ سختیش کوتاهه. در نهایت یا پیروزی است یا شهادت، که اون شهادت هم باز پیروزی ابدی است. اما صلح یک صبر مداوم تا پایان عمر میخواد. زخم زبانها هست که از زخم شمشیر بدتره، تحریفها هست، تخریبها هست. همین که برای امام مجتبی علیه السلام پیش آوردن، حتی یاران نزدیک امام حسن بعد از اینکه امام جنگ پایان یافت و اون عهدنامه‌ای که حالا معروف است به صلح امام حسن، حرفایی که زدند، سخنانی که گفتند، دیگه از این بدتر میشه که در برابر امام معصوم بگن یا مذل المؤمنین، تو ما رو خورد کردی، ذلیل کردی، عزت ما رو از بین بردی. و امام مشوا صبر کرد و تحمل کرد. اولائک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا و یدرعون بالحسنة السیئة. گاهی حرفای خیلی ناروا و تون زده میشه، اما پاسخ حرفهای ناروا گاهی جملات مؤدبانه قشنگ هست که اون زشتیها را با این آب پاک زلال بشوییم. و یدرعون بالحسنة السیئة و مما رزقناهم ينفقون، و در راه خدا انفاق میکنن. حالا امروز در جامعه ما که حالا هر روز دشمنان ما یک داستانی رو میسرایند و میخوان جامعه ما رو مشغول بکنن و وحدت جامعه ما رو به هم بزنن، یعنی همون هدفی که امام مجتبی برای اون ایستادگی کرد که امت واحده اسلامی در برادری و وحدت در کنار هم قرار بگیره. خب شما در این حوادث چند روز اخیر میبینید که ماجرای پخش شدن یک نوار صوتی محرمانه توسط کثیف‌ترین برنامه‌ای که و شبکه‌ای که سراسرش ضد اسلام و ضد ایرانه، شبکه‌ای که پولش عربستان سعودی تامین می‌کنه، همه می‌دونن، آدم‌هایی که دروغ و راست رو به هم می‌بافند برای اینکه در جامعه ایجاد اختلاف بکنن، وحدت جامعه رو از بین ببرن، گروهی رو در برابر گروهی قرار بدن. الان دوران عصبانیت اسرائیله، دوران عصبیت ارتجاع منطقه است، عصبانیت تندروهای آمریکاست. خب ببینن که مسیری که اونها پیش بینی کرده بودن به هم خورد. خب در داستان ترامپ، چرا ترامپ افتاد تو دام؟ ترامپ تنها رئیس جمهور آمریکایی بود که مزدوری کرد برای صهیونیست‌ها.
حالا رؤسای جمهور دیگر آمریکا هم با صهیونیست‌ها رفیق بودن، حمایت می‌کردن، اما هیچ کدام مزدور نبودن. این مزدور اونا شد. در داستان برجام مزدور اونا شد. کسی که باعث شد و تحریک کرد ترامپ رو که از برجام خارج بشه اسرائیل بود، صهیونیستا بودن. در ماجرای قدس که پایتخت ها به قدس منتقل بشه، این جنایت رو صهیونیستا انجام دادن و این مزدور اونا بود. در خروج از برخی از سازمان های بین المللی به بهانه فلسطین که رفت بیرون، با تحریک صهیونیست ها و فرمان صهیونیست ها و مزدوری او بود. خب همه تلاش رو کردن برای اینکه ایران رو با مشکل مواجه کنن. البته مشکل اونها ایران نیست، مشکل اونها ظلم و تجاوز اونهاست. دست از تجاوز بردارن، سرزمین دیگران رو که غصب کردن رها بکنن، ملت فلسطین به سرزمینشون برگرده، کسی بهشون کاری نداره که. اونا جنایت کردن، اونا غصب کردن. برای ما که یهودی و مسیحی و سایر ادیان فرقی نمی کنه. بحث ما یهود نیست، بحث ما یک گروهی است که دارن جنایت میکنن. خب آمدن این رو منحرف کردن از این مسیر و آوردن تو این داستان. و در داستان شهادت سردار سلیمانی هم کار صهیونیستا بود. درسته قاتل ترامپ، آمر ترامپ، اما کسی که پشت پرده اینا رو تحریک کرد تا یک سردار بزرگی که به نفع منطقه همه زندگی خودش رو گذاشت، شاید بعضیا یادشون رفته باشه، یه روزایی بود که هیچ کس جرأت نمی کرد تو میدان داعش بره. بعضیا یادشون نیست که نه تنها کربلا و نجف در خطر بود، حرمت حرم اهل بیت در خطر بود، حتی خود بغداد هم در خطر بود. حتی در منطقه سبز کسی جرأت نمی‌کرد از اون منطقه سبز خارج بشه. اون کسی که رفت عتبات، رفت بغداد، رفت شمال عراق، نیمه شب، شبانگاه، تنها و توطئه صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها رو تو منطقه خونسا کرد، اون سردار سلیمانی بود. ما نباید یادمون بره که انسان‌های بزرگ در مقاطع حساس کارهای مهمی که انجام دادند، کار عظیم و بزرگی انجام گرفت. بحث ایران تنها نبود. در افغانستان، در عراق، در لبنان، در سوریه، در یمن، همه جا شما آثار مجاهدت‌های شهید سلیمانی رو به خوبی مشاهده می‌کنید و می‌بینید. خب اینا آمدن توطئه کردن برای اینکه ایران رو در کنج قرار بدن، ایران رو تنها قرار بدن، بزرگان رو از دست ما بگیرن. امروز عصبانی‌ان چون تمام اون چه بافته بودن از بین رفت. 4 سال صهیونیست‌ها توطئه کردند، ارتجاع توطئه کرد، تندروها توطئه کردند، همه از دستشون رفت. امروز همه 4 به اضافه 1، حتی آمریکایی‌ها کاملا فهمیدند راهی جز تسلیم شدن در برابر قانون، مقررات بین المللی، حقانیت ایران راه دیگری ندارن، مسیر دیگری ندارن، باید تسلیم ایران بشن.
من اینجا شهادت میدم، من به عنوان فردی که از آغاز داستان هستی در تمام مقاطعش به یک صورتی حضور داشتم، حالا آغازش که مربوط به سال 1381 میشه که این ماجرا شروع شد و آغاز شد، من حضور داشتم. از سال 62 من مسئول شدم، سال 82، سال 82، 83، 84 که من مستقیم مسئول بودم. و بعدم تو مراحل بعدی خب میدونستم داره چی میگذره. به هر حال از سال 92 هم دو مرتبه مسئولیت مستقیم پیدا کردم. مسیر سختی بود، مسیر دشواری بود. خب این مسیر دشوار با تلاش، با ایثار، با فداکاری، با قهرمانی، با ایستادگی دیپلمات‌های ما، یک فرد آگاه و آشنای به مسائل مثل دکتر ظریف در صدر این حرکت، خب همه تلاش کردیم شکوندیم اون توطئه را، توطئه اسرائیل و تندروها و صهیونیست‌ها رو در سال 94 شکوندیم. خب 94، 95، 96 مردم یه احساس راحتی کردن، یه شرایطی پیش آمد مردم راحت تر بتونن فعالیت بکنن. یک آدم نادانی به نام ترامپ آمد رو کار و صهیونیست‌ها روش سوار شدن، با آمدن این توطئه رو از نو تکرار کردن. خب حالا گذشت 3.5 سال ما رو در فشار قرار دادن. امروز حالا دولت جدید آمریکا و دیگران همه فهمیدن که راهی جز تسلیم شدن در برابر حقانیت ملت ایران ندارن. تو این وسط باید یه بهانه پیدا کنن، باید یک داستان رو علم کنن دو مرتبه. خب دزدیدن یک سند، دزدیدن یک نوار مسئله‌ای هست که باید مورد بررسی قرار بگیره. چرا در این مقطع به نظر من این نوار شاید یک هفته پیش هم حالا وزارت اطلاعات بررسی کنه ببینیم ریشه‌هاش کی بودن، میشد افشا بشه. درست در مقطعی که وین در اوج موفقیتش هست این پخش میکنن تا در درون اختلاف درست کنن. ما چجوری پیروز میشیم؟ ما چجور میتونیم تحریم رو برداریم؟ با اتحاد، با وحدت، با یک پارچگی، با دو دستگی و دعوا که ما تحریم نمیتونیم برداریم، ما مشکلات مردم نمیتونیم حل بکنیم. اینا ضد ایرانن، اینا ضد مردمن، اینا ضد مصالح ایرانن. خب آمدن این نوار رو منتشر کردن. من در اینجا دو سه نکته رو باید محضر مردم عزیز ایران عرض کنم. نکته اول این که دولت در سال آخر، مثل همه دولت ها در سال آخر و ماهای آخر، معمولا دستاوردها رو میارن در یک مجموعه، در یک کتابی ثبت میکنن، ضبط میکنن، هم برای اینکه مردم مطلع باشن، هم برای اینکه بعدیا مطلع باشن، هم برای اینکه محققین بتونن این کار رو انجام بدن. این کار رو این دولت 12 هم شروع کرده و انجام داده. ما انشاءالله به زودی، البته 7 جلد کتاب به زودی، 1 جلد کتاب هم به ناچار باید ثبت کنیم تا روزهای آخر دولت، تحت عنوان روز شمار. 7 جلدش به زودی منتشر میشه، 1 جلدش هم حالا بعداً بهش ملحق میشه، مجموعاً 8 جلد کتابه. 3 جلد کتاب منتشر میشه تحت عنوان دستاوردهای دولت. 2 جلد کتاب منتشر میشه تحت عنوان جهش تولید. حالا همه اینها و مطالب دیگری که منتشر خواهد شد. یک کار دیگری هم انجام می‌گرفت و اون این که وزرا و مسئولین در دوران مسئولیت خودشون مطالبی رو که داشتن، اقداماتی که انجام دادن، یا مشکلاتی که داشتن، یا مسیرهایی رو که طی کردند و با یک فشارهایی مواجه بودن، اینا رو در یک جایی بیان بکنن که البته یه بخشش به طور طبیعی اینا غیر قابل نشره، طبقه بندی شده است، یه بخشش هم قابل نشره. حالا اون طبقه بندی شده هم میمونه. ما الان
تو دولت ما همه حرفایی که دو دولت میزنیم میمونه برای آینده. اینا خیلی از حرفا ما تو دولت میزنیم طبقه بندی شده است. تو شورای عالی امنیت ملی خیلی حرفا میزنیم که اونجا معمولا طبقه بندی شده است. جاهای دیگر هم اینه، جمعهای دیگر هم تو ریاست جمهوری جلسات متنوع ما داریم، بسیاریش طبقه بندی شده است. به هر حال این یکی از افتخارات بزرگ کشور ما هست که مسئولین ما قادرند آزادانه نظرات خود رو بگویند. این جزء افتخاراته که هر کسی میتونه آزادانه نظرش بگه. البته نظراتی که بیان میشه برخیش به گونه ای نیست که منتشر بشه، برای اینکه دشمن از اون بخش سوء استفاده خواهد کرد. معمولا ما به اینا میگیم طبقه بندی شده، به هر حال اسناد مدارک بحثا مباحثی هست، محرمانه است، خیلی محرمانه است، سریه، به کلی سریه، اینا باید بمونه به موقع خودش. دنیا هم همینجوره. تو دنیا هم حالا فکر نکنید مثلا تو داخل کشور ما مسئولین با هم گاهی اختلاف سلیقه دارن بحث میکنن. تمام دنیا همینه، اصلا استثناء وجود نداره. تمام عالم، هر کشوری شما برید، البته کشورهای آزادتر معمولا اظهار نظرها خیلی سریعه، توی کشور دیکتاتوری معمولا کسی جرئت نمیکنه حرف بزنه، ولی تو کشور آزادی مثل ایران طور طبیعی مردم، ما تو جلساتمون خیلی راحت همه حرف میزنیم، نظراتمون رو میگیم، در نهایت هم ما جمع‌بندی میکنیم، به یک جمع‌بندی میرسیم. حالا این فایل صوتی که منتشر شده چند تا نکته هست. نکته اول این که این فایل بنا بوده به صورت محرمانه باشه، بخشی از این فایل منتشر بشه، بخشی هم بمونه به عنوان سند محرمانه برای آینده تاریخ، مثل همه اسنادی که ما داریم و میمونه و آینده ازش استفاده میشه، یا مسئولین مربوطه میتونن گوش بدن، ببینن اون سند رو و ازش استفاده کنن و بهره برداری کنن. اینجا یک سرقتی انجام گرفته. فردی یا جمعی یا گروهی، حالا هر که هست، احتمالاتی وجود داره، ولی مسئول این کار وزارت اطلاعات. وزارت اطلاعات باید تمام توان خودش به کار بگیره، بفهمه که این فایل صوتی چگونه سرقت شده. و باید هم گزارش بده بعدم به مردم بگه که چی شده. هر کم در این زمینه قصور، تقصیر، هیچ رحم نباید بشه. کسی تقصیری کرده یا قصوری انجام داده باید قاطعانه باش برخورد بشه. این مسئله اول. مسئله دوم، مطالبی که منتشر شده، این مطالب برخیش که عادی، البته برخی از این مطالب نظر دولت یا نظر شخص رئیس جمهور نیست. به هر حال هر وزیری، هر مقامی ممکنه نظراتی داشته باشه، نکاتی داشته باشه، و این نکات رو خب بخواد به صورت محرمانه بمونه برای آینده، اشکالی نداره. هر کسی هم ممکنه یه خاطرات محرمانه‌ای داشته باشه، نکاتی رو توش ثبت کنه و ضبط بکنه. اولا من میخوام به این نکته مهم اشاره کنم که میدان و دیپلماسی دو صحنه مقابل هم نیست. اگر کسی فکر میکنه یا میدان یا دیپلماسی، یا باید سیاست خارجی پیروز بشه یا باید سیاست دفاعی، یا باید میدان مبارزه پیروز بشه یا باید مذاکرات پیروز بشه، این حرف دقیقی نیست. من به عنوان کسی این حرف رو میزنم که زندگیم تجربه همینه. من 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بودم، 32 سال هم تو شورای عالی امنیت ملی بودم، حالا یا به عنوان دبیر و نماینده مقام معظم خبری، یا به عنوان نماینده ایشان، یا به عنوان رئیس این شورا. 32 سال تو این شورا بودم، فرازنشی به این شورا رو دیدم، تصمیمات فراوانی ما گرفتیم،
مسائل بسیار مهمی ما داشتیم. خیلی از اون مسائل مردم نمیدونن، در آینده تاریخ باید گفته بشه و روشن بشه. راجب مسائل مهم اختلاف نظر داشتیم، اختلاف نظر داشتیم، بحث کردیم، گاهی یه جلسه به نتیجه نرسیدیم، جلسه بعدی ادامه دادیم. موضوعی بوده که 7 جلسه شورای امنیت پشت سر هم ادامه دادیم تا به رأی‌گیری و نتیجه برسیم. بحث کردیم، به هر حال اختلاف نظر داشتیم. اینا چیزای عادی هست که انجام میگیریم. و من خودم در تجربه دفاع مقدس هم تو میدان بودم، هم دو دیپلماسی بودم، هر دوش با هم بودم. من هم فرمانده پدافند هوایی کشور بودم، هم رئیس ستاد قرارگاه خاتم الانبیا بودم، هم در شورای عالی دفاع شرکت میکردم، هم عضو شورای عالی پشتیبانی جنگ بودم، هم رئیس ستاد پشتیبانی جنگ بودم، هم رئیس کمیسیون دفاع مجلس بودم، هم تو بحث‌های سیاسی که راجع به جنگ بود من حضور داشتم و شرکت می‌کردم، هم در میدان جنگ حضور داشتم هر دو. و من می‌دونم که میدان با دیپلماسی دو مسئله است، ولی این باید به اون کمک کنه، اونم باید به این کمک کنه. دو بازو هستن که یک هدف رو دنبال میکنن، نه اینکه این دست یک کار دیگه بکنه، اون دست بیاد یک کار دیگه بکنه مخالف اون، این بخواد بکشه، اون بخواد به هم بزنه. دو تا دست با هم میان، در نهایت یک کار رو انجام میدن. کشور ما نظام داره، چارچوب داره، چارچوب بسیار دقیقی داره. تمام مسائل پیچیده سیاست خارجی و میدان دفاعی همش در شورای عالی امنیت ملی بحث میشه. چه ما میخواییم یک عملیاتی رو انجام بدیم، حالا یه عملیات دفاعی میخوام انجام بدیم، یه عملیات تهاجمی یه جایی باید انجام بدیم، چه کار سیاسی مهم میخواییم انجام بدیم. حالا کار سیاسی معمولی خب وزارت خارجه انجام میده، در روابط خارجی دستگاه‌های دیگر هم فعال هستن، اما در مسائل مهم سیاست خارجی حتما بحثش در شورای عالی امنیت ملی میاد. شورای عالی امنیت ملی درست شده برای اینکه رؤسای سه قوه اونجا حضور داشته باشن، برای اینکه بخش لشکری و کشوری در کنار هم قرار بگیرن، فرماندهان نظامی اونجا حضور دارن، مقامات سیاسی اونجا حضور دارن، بحث میکنیم، بررسی میکنیم و در نهایت هم تصمیمی که اتخاذ میشه باید به تأیید مقام معظم رهبری برسه. بنابراین ما مشکل نداریم، ممکنه اختلاف سلیقه داشته باشیم، ممکنه یه جای اختلاف نظرم داشته باشیم، اما در نهایت در یک شورای بحث میشه، در یک شورای تصمیم گیری میشه. خدا رحمت کنه شهید سلیمانی، در همه مسائل مهم منطقه، چه عراق، چه سوریه، چه قبلن افغانستان، چه یمن، چه لبنان، همه اینا در شورای عالی امنیت ملی بحث شد، بحث شده، تصمیم گیری شده. بعد هم خب سردار سلیمانی یک شخصیت ویژه‌ای بود. من تقریبا 36 سال با شهید سلیمانی بودم، یه سالایی تو جنگ، بقیه هم در دبیرخانه، و بعدم بعد از دبیرخانه هم تو مقاطع مختلف، حالا یا تو شورای امنیت ملی در شورای عالی ما هم دیگر رو میدیدیم، یا ایشون میامد با ایشون بحث میکردیم. تو دوره 8 سال ریاست جمهوری هم، حالا تو این روز شمار هم که منتشر میشه به زودی میبینید ملاقات ها، البته مطالب ملاقات معمولا چون طبقه بندی بوده تو این نیست، ولی اصل ملاقات آمده که من چه روزایی با سردار سلیمانی ملاقات کردم، یا گاهی سردار سلیمانی با برخی از وزرا، با برخی از مسئولین دیگه بودن، تو این روز شمار آمده، اصلش آمده به عنوان اینکه چه روزی ملاقات صورت گرفته. خب یک شخصیتی بود باهوش،
مخلص، بسیار فداکار، بسیار متواضع، اما در این حال رو نظرات خودش هم صلابت داشت، یعنی به راحتی دست از نظراتش بر نمی داشت. حالا شورای امنیت ملی ما زیاد بحث داشتیم، ایشون پافشاری میکرد تا در نهایت که میدید به هر حال نظرات جمع چیز دیگری هست، اون وقت نظراتش تغییر میداد. خب ما یه همچون شخصیت هایی داشتیم در میدان و همین شخصیت ها در مقام دیپلماسی هم حضور داشتن. اتفاقا بهترین مشاور برای سیاست خارجی در منطقه حداقل، در منطقه حداقل شهید سلیمانی بود. یعنی اگه ما می‌خواستیم راجع به مسائل منطقه سیاست خارجیش حتی با یک فرد آشنای دقیقی که نظراتش واقعا هم نظراتش دقیق و مؤثر بود، شهید سلیمانی بود. ما نباید در اینجا بگیم یک بخش بخش سیاسی است، بخش فعالیت دیپلماتیکه، یک بخش بخش فعالیت نظامیه، فعالیتی هست که ما باید در میدان عمل فعالیت بکنیم. همه در کنار هم هستیم. این تنها در سیاست خارجی و میدان عمل دفاعی و نظامی نیست، در بخش‌های دیگر هم همینطوره، تو بخش اقتصاد هم همینطوره. تو بخش اقتصاد هم اون بخشی که سیاست گذاری میکنه با اون بخشی که در بازار داره عمل میکنه و فعالیت میکنه، اینا در نهایت باید کنار هم قرار بگیرن، ممکنه اختلاف نظرهایی هم با هم داشته باشن. تو بخش فرهنگ هم همینجوره، تو همه بخش ها اینجوریه. بخش های سیاست گذاری وقتی یک سیاستی رو میخواد تدوین بکنه با بخش عمل، ممکنه فاصله هایی باشه، اما در نهایت یک مرکزی هست که در اون مرکز اینا رو کنار هم قرار میده، تلفیق میکنه و به نتیجه میرسه. من به ملت شریف ایران عرض میکنم، از طرف خودم، از طرف همه اعضای دولت، دستگاه اجرایی، ما نیروهای مسلح، سپاه، ارتش، بسیج، نیروی انتظامی رو بهشون احترام میگذاریم و به عنوان نیروهایی که برای حفظ کشور، امنیت کشور، قدرت کشور، توانمندی کشور شبانه روز دارن تلاش میکنن، از اونها سپاسگزاری و تشکر میکنیم. چه در دوران 8 سال دفاع مقدس، چه برای دفاع از حرم در عراق و سوریه و جاهای دیگر، و چه در داخل کشور برای حفظ امنیت، همه جا اینها تو صحنه بودن و دیدیم تو مسائل مختلف هم که مردم نیاز داشتن، سیل بود، زلزله بود، کرونا بود، هر کجا بود، اینا نیروهای مسلح مخلصانه آمدن به میدان عمل کردن، تلاش کردن. هیچ گونه فاصله‌ای بین دولت و سپاه و ارتش و بسیج و نیروی انتظامی وجود نداره. ما فعالیت خودمون رو انجام میدیم در چارچوب قانون اساسی، اونا فعالیت خودشون انجام میدن در چارچوب قانون اساسی. در بسیاری از جلسات کنار هم میشینیم بحث میکنیم، در شورای عالی امنیت ملی کنار هم میشینیم، حتی در ستادهای مربوط به کرونا کنار هم میشینیم، همدیگر رو یاری میکنیم، در بخش‌های مربوط به فضای مجازی کنار هم میشیم، خیلی جاها هست ما کنار هم میشینیم و مسائل رو حل و فصل میکنیم. احترام اینها، جایگاه اینها به عنوان کسانی که از کشور دارن دفاع میکنن، از تمامیت ارضی دفاع میکنن، قدرت ملی ما هستن، جای هیچ تردید نیست. شخص سردار سلیمانی هم مورد احترام همه ماست به عنوان یک شخصیت فعال، باهوش، مخلص، ایثارگر و فداکار در صحنه‌های مختلف. واقعا من بارها به ایشون میگفتم مثلا این سفر که شما میخوای بری سفر خطرناکی است، خودش هم حس میکرد، میگفتم گفتم امروز نرو، میگفت نه من لازمه برم. و این نکته رو مردم بدونن، سردار سلیمانی تنها در منطقه
فعالیت نظامی نمی کرد، فعالیت دفاعی نمی کرد، فعالیت دیپلماتیک هم می کرد. سردار سلیمانی به راحتی با یک مرجع تقلید هم ملاقات می کرد، حالا من نمی خوام ویژگی ها رو بگم، و بحث می کرد. با یک رئیس جمهور هم ملاقات می کرد، با او حرف می زد. با یک وزیر خارجه هم ملاقات می کرد، با او حرف می زد. یک شخصیت جامعی بود با ویژگی هایی که مورد احترام ما هست. همیشه ما فخر می کنیم به یک شخصیت های پر افتخاری شبیه سردار سلیمانی، و مردم ما هم این چنین هستن. البته کادر دیپلماتیک ما هم ما بهشون افتخار می کنیم، اینا تو صحنه های مختلف، همین امروز هم تو صحنه هستن، مداوم دارن تلاش می کنن، فعالیت می کنن. و ما مسائل رو بزرگ نمایی نذاریم دشمن. دشمن البته بزرگ نمایی میکنه، دشمن دنبال اختلاف هست، ما نباید به او اجازه بدیم. ما باید به گونه ای عمل کنیم که اونها بدونن مسیرشون به جایی نمیرسه، راهشون بن‌بست هست. این عمل ما هست و تلاش خود ما هست که باید این کار رو انجام بدیم. من از صدا و سیما، از روزنامه ها، از مسئولین سیاسی، از نمایندگان محترم مجلس، از قوه قضاییه، از همه میخوام در این ماجرا با صبر، با حوصله، با دقت، اگر گرهی ایجاد شده این گره رو با دست باز کنیم، نگذاریم دشمن سوء استفاده بکنه. شرایط ما یک شرایط خاصی است. امروز ما هنوز جنگ اقتصادی رو هنوز داریم، کرونا را داریم، خشکسالی را داریم، طرح‌های نیمه تمام رو داریم، و خودمون رو برای انتخابات مهم و پرشور هم باید آماده بکنیم. یادمون نره وظایف بسیار سخت و سنگینی به عهده داریم. کشور ما دوچار دوشقگی و اختلاف و شکاف اونجوری که دشمنان ما آرزو دارن هیچ وقت نخواهند دید. صهیونیستان بدونن، ارتجاع منطقه هم بدونه، آمریکاییان بدونن. ما در نهایت اگر یه جایی مسئله داشتیم نتونست حل بشه، فصل الخطاب ما مقام معظم رهبری است. یه جایی اگه دو تا قوه هستن مشکل دارن، اگر خود ما یه مشکلی داریم به ایشون مراجعه میکنیم، ایشون طبق قانون اساسی، ایشون طبق احکام شرعی فصل الخطاب ما خواهد بود، و همیشه ایشون کمک کرده به دولت، کمک کرده در مسائل مختلف. همین الان هم شما میبینید در مسئله هستی چارچوب رو ایشون اعلام کرده، ایشون مشخص کرده، و ما هم طبق همون چارچوب عمل میکنیم. انشاءالله به اهداف بلند ما، ملت ما خواهد رسید و دشمنان ما هیچ وقت موفق نخواهند شد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.